خدا. سلام، نمیدونم سرعت اینترنت یاری میکنه یا نه. خواستم اینجا رو به شما نشون بدم. بذارید این رو صفحه رو بیشتر کنم. خب این یاد بودی که پشت سر من میبینید یکی از بناهای در واقع یاد بوده یکی از اتفاقات تاریخی در اتیوپیه. اینجا تقریبا یه دوره، فکر میکنم 17 ساله دوره مارکسیستی داشته و این بنا یکی از در واقع یادبودهای اون زمانه. توی استوری هام قبلا نوشته بودم در مورد آخرین امپراتوری که اتیوپی داشته، آقای هایله سلاسی، و در واقع اون آقای هایله سلاسی که آخرین امپراتور و پادشاه اتیوپی بوده با یه انقلاب کمونیستی دورش به پایان میرسه و بعد از اون یه دوره 17 ساله دوره کمونیستی دارن. حالا اینجایی که من الان هستم چیه داستانش؟ بذارید این دیوار رو بهتون نشون بدم. خب این در واقع مردمی هن که میبینید اینجا، حرف این دیوار نوشته اینه. مردم میان درس میخونن، کتاب میخونن. یکی از مردم ببینید داست دستشه، یعنی کارگره، در از مزرعه اومده، علم و دانششون زیاد میشه، یه انقلاب کارگری رو رقم میزنن و میشه دوره‌ای که اینجا به نام درگ میشناسن. این تصویر رو امیدوارم به خوبی متوجه شده باشید. در واقع یه ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم داشته که میدونید هنوزم توی دنیا جاهایی وجود داره که از یه همچین ایدئولوژی تبعیت میکنن. یه نظام تک حزبیه که در گذشته در اتیوپی حدود 17 سال همچین رژیمی داشتن. بذارید این بنا رو هم بهتر نشون بدم. خب حالا این بنا چیه؟ اینم آره دقیقا داس و چکش هم داره. اون بالا رو شما بهتر نمیبینید ولی خلاص این نمادها رو داره. این بنا چیه؟ این بنا مربوط به یه جنگیه که در همون دوره‌ای که در واقع رژیم کمونیستی اینجا حاکم بوده، سومالی حمله میکنه به اتیوپی و میخواسته بخشای از اتیوپی رو تصرف بکنه. تو اون دوره چون اتیوپی تو اون دوره، یکی از دوستان نوشته توی کره شمالی هم هست، یه نکته خیلی خیلی جالب، دقیقا این بنای یاد بود رو کره شمالی برای اتیوپی ساخته. یعنی این بنای یاد بود یه هدیه‌ای بوده که در دهه 1980 کره شمالی به عنوان مثلا یه هدیه برای دوست و همفکرشون اتیوپی اون زمان درست کردن. و داستانش هم مربوط به جنگی بوده که گفتم سومالی به اتیوپی حمله میکنه، بعد بقیه کشورهای چپ میان به حمایت از اتیوپی، از جمله شوروی اون زمان و کوبا. کوبا هم میدونید که هنوز هم از همین ایدئولوژی پیروی میکنه و حالا شوروی که دورش تموم شد جماهیر شوروی، ولی کوبا هنوز هم هست. کوبا اینجا حالا بهتون نشون میدم یه سری تصاویر از سربازای کوبایی هست که توی این نبرد کمک کردن. نبردی بوده به نام اوگادن. باز این تصاویر رو ببینید، میبینید که یه افرادی خیلی ثروتمند بودن، فقرا داشتن از گرسنگی جون میدادن و آخرش مردم تصمیم میگیرن علیه این فئودال ها قیام کنن. میبینید سخنرانی میکنن، آگاهی میدن به هم دیگه و قیامشون. آها، یه چیز خیلی جالبی که روی یکی از پلاکاردها نوشته Down with Imperialism، Down with Imperialism.
و اینجا دیگه همه با هم دیگه همدل و همراه میشن و آخرش هم سربازایی هن که برای همین نبرد سومالی داشتن میرفتن. خب این سربازای کوبایی هم بهتون نشون بدم. در واقع اینا سربازای کوبایی هستن که اون زمان چون کوبا هم یکی از در واقع دیدگاه های انقلابیش این بوده که ما انقلابمون مرز نمیشناسه و یه نگاه در واقع بین المللی داریم، هر جایی که نیاز باشه میریم کمک میدیم برای همفکرانمون. در نتیجه توی اون جنگی که در واقع اتیوپی با سومالی داشته در سال فکر میکنم 1978-1979 در منطقه اوگادن، این دوستان هم میرن کمک و توی اون جنگ فوت کردن. خب یه سری چیزا دوستان نوشتن، من بعضی ها رو حواسم نبود متوجه نشدم. و کنگو نمیری الان که فعلا؟ نه برنامه ندارم و خب کنگو باید هوایی بری مستقیم به پایتخت، برای هم یکم سخته. کنگو خیلی کشور بزرگیه، پایتختش هم اون بره. ماسک اون آقای سوار. در واقع ماسک و کرونا داشتن زمانی که کرونا مد نبود. خب اریتره مال همون زمانه دیگه، از همون زمان دعوا داشتن. البته اریتره تاریخش قدیمی تر هم هست، یعنی در همون جنگ جهانی دوم که یه دوره اینجا تصرف میشه توسط ایتالیا، قبلش در واقع ایتالیا اریتره و سومالی رو گرفته بوده. حالا کی میای اینور؟ نمیدونم دوستان، فعلا اتیوپی هستم. اینجا هم نمیدونم شما اخبار رو دنبال کردید یا نه، اخبار بین الملل رو دنبال کردید یا نه. یه سری جنگ های قبیله‌ای از قدیم داشتن اینجا در شمال کشور که یه ذره دوباره تنورش داغ شده طی هفته گذشته. یه سری شورشی های محلی حمله کرده بودن به یه پایگاه نظامی، بعد نخست وزیر اینجا خیلی تند و تیز علیهشون موضع گرفت و گفت شما دیگه تمام خط قرمزا رو رد کردید، میخوایم باهاتون برخورد بکنیم. به خاطر همین یه ذره شمال اتیوپی الان یه ذره ناامن شده. خب شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اون برم ببینید که یه کتاب فروشیه. در واقع یکی از ویژگی هایی که من در اتیوپی دیدم اینه که کتابخوانی و اینکه باید بریم جواب سوالامون رو تو کتاب ها پیدا کنیم، باید بریم ببینیم که این سیستم های مختلف حکومت چی هن، مارکسیسم چیه، لنینیسم چیه، نمیدونم. این موضوعات خیلی بازارش داغه و یه مقداری هم درد سر میشه دیگه، یعنی زیاد کتاب بخونی، زیاد درگیر این چیزا باشی، هی میخوای اینا رو عملیاتی بکنی تو کشورت، هی انقلاب های مختلفی میکنی و تو تاریخ معاصرشون خلاصه اینو میبینی. هنوز هم داغه براشون، هنوز هم این که به لحاظ اقتصادی باید چیکار بکنیم و چه نسخه ای نسخه خوبی. اینو من زیاد دیدم، در حالی که همچین چیزی رو در اوگاندا نمیدیدم، واقعا ابدا همچین فضایی رو نمیدیدم. بله یکی از دوستان یادی کرده از سرتیفیکیت آشپزی. مخلص ارادت. خب شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اینم پشت سرم میبینید. خداحافظ.